طالبان مشکل‌های زنان را بر اساس ارزش‌های اسلامی و رسوم قبول شده ما حل می‌کنیم. بانک مرکزی 14 میلیون دلار را به بازار عرضه می‌کند. بحران اوکراین، خان پاکستان به کشورهای غربی، آیا ما غلام شما هستیم؟ انقلاب طالبان ازبک تبار در برابر رهبری طالبان و مهمترین پایگاه نظامی طالبان در بدخشان به تصرف نیروهای جبهه مقاومت درآمد. همزمان با فرارسیدن 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان، وزارت خارجه طالبان میگوید مشکل‌های زنان را بر اساس ارزش‌های اسلامی و رسوم قبول شده ما حل می‌کنیم. وزارت خارجه طالبان در بیانیه نگاشته است که جنگ طولانی در افغانستان زنان افغان را زیانمند کردند. در بیانیه آمده امارت اسلامی متحد است تا به مشکل‌های زنان رسیدگی کنند. امروز 8 مارچ برابر با روز جهانی همبستگی زنان است. با این حال پس از رویکار آمدن حکومت طالبان محدودیت‌های بر زنان وضع شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن حق کار و مشارکت زنان را سلب کردند. با این حال هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت 8 مارچ گفته آنچه در افغانستان می‌گذرد فاجعه بار است. بانک مرکزی 14 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان در اعلامیه گفته است که به هدف کاهش بهای دلار در برابر پول ملی حدود 14 میلیون دلار را به بازار ارز به فروش می گذارد. قرار است داوطلبی فروش این مقدار دلار فردا چهارشنبه 18 اوت برگزار شود. بانک مرکزی از بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر این چندمین بار است که بانک مرکزی دلار وارد بازار کرده است و این بانک آخرین بار روز یکشنبه هفته جاری حدود 14 میلیون دلار را لیلام کرده بود. طی ماه‌های اخیر به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا، ارزش پول ملی در برابر دلار به شدت کاهش یافته بود. با این حال بهای افغانی در برابر دلار دوباره اندک افزایش یافته و در حال حاضر 1 دلار در سرای شاهزاده بازار مرکزی ارز افغانستان به بیش از 89 افغانی به فروش می‌رسد. بحران اوکراین، خان پاکستان به کشورهای غربی، آیا ما غلام شما هستیم؟ گزارشی از خبرگزاری افق. عمران خان نخست وزیر پاکستان در پاسخ به نامه نمایندگی‌های دیپلماتیک گفته است که کشورش غلام هیچ کشور نیست که هر آنچه که آنان بخواهند پاکستان آن را انجام دهد. نخست وزیر پاکستان با ارسال نامه به نمایندگان غربی گفته است در مورد ما چی فکر می‌کنید؟ آیا ما غلام شما هستیم که هر چی شما بگویید انجام دهیم؟ آیا شما چنین نامه به هند نیز نوشتید؟ آقای خان در این نامه نگاشته است که پاکستان برده هیچ کشور نیست و در مورد بحران میان روسیه و اوکراین بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند. این در حالی است که پیش از این رئیسان 22 نمایندگی دیپلماتیک غربی با فرستادن نامه مشترک از پاکستان خواسته بودند که از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین حمایت کند. به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 مارچ سال روان نشست اضطراری برگزار کرد و در این نشست با اکثریت قاطع رأی حمله نظامی روسیه به اوکراین محکوم شد. 141 به شمول افغانستان به قطعنامه سازمان ملل برای حکومت حمله روسیه به اوکراین رأی مثبت دادند. در عین حال 35 کشور به شمول چین، هند، پاکستان و ایران به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و کشورهای روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و ارتریا نیز با آن مخالفت کردند. فرمانده ازبک تبار مستند پیشنهادی رهبر طالبان را رد کرد. گزارشی از اندیپندنت فارسی. روز پنجشنبه قاری صلاح الدین ایوبی فرمانده ارشد ازبک تبار طالبان که در تشکیلات آن گروه به عنوان معاون سپاه 203 تندر انجام وظیفه میکرد، با فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به عنوان معاون وزارت احیا و انکشاف دهات یعنی توسعه روستاها منصوب شد. یک منبع نزدیک به قاری صلاح الدین ایوبی که نخواست نامش فاش شود به اندیپندنت فارسی گفت که او آن مسند را نپذیرفته است، چون توقع داشته است که در چهارچوب نهادهای امنیتی طالبان به مسند مهمتر گمارده شود.
قاری سالالدین ایوبی از قوم ازبک و از ساکنان بومی فاریاب در شمال افغانستان است. او دست کم 15 سال در صفوف نظامی طالبان علیه دولت‌های پیشین افغانستان جنگیده است و مدت را در زندان دولت پیشین افغانستان محبوس بوده است. در 15 اُود سال گذشته قاری سالالدین ایوبی از نخستین افراد بود که با جنگجویان تحت امرش کاخ ریاست جمهوری افغانستان را تصرف کردند و بر کرسی اشرف غنی که ساعات پیش از آن از کابل گریخته بود نشست. او به دلیل نفوذ گسترده در میان جنگجویان ازبک طالبان توقع داشت که در رأس یکی از مهمترین نهادهای امنیتی این گروه گمارده شود. اما پس از ماها خانه‌نشینی در اوایل ماه فبروری به معاونت سپاه تندر در استان پکتیا منصوب شد. بعد از یک ماه از آن مثلا برکنار شد و سمت معاونت برنامه‌ریزی در وزارت توسعه و روستاها به او داده شد. آن وزارتخانه به دلیل متوقف شدن پروژه‌های توسعه‌ای کشورهای امی دولت پیشین افغانستان تعطیل است و عملا هیچ فعالیتی ندارد. یک فرمانده جبهه مقاومت: اکثریت منطقه راغستان در تصرف من است و هیچ وقت اجازه نخواهم داد که مزدوران اجنبی در ملک بدخشان که پایگاه از جهاد و مقاومت است ظلم و استبداد خود را ادامه دهد. فرمانده عنایت الله. گزارشی از خبرهای مهم جهان: جنگ اوکراین، روسیه برای خروج غیر نظامیان 3 روز آتش بس می کند. وایسلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در کیف، چرنیهوف، سومی، خارکیف و ماریوپول 3 روز آتش بس برقرار می شود تا غیر نظامیان بتوانند از منطقه جنگی خارج شوند. او گفته است که از ساعت 10 صبح سه‌شنبه 17 اُود مسکو آتش بس جدید برقرار می کند تا غیر نظامیان بتوانند خود را به مناطق امن برسانند. در همین حال بیانیه وزارت دفاع روسیه نیز آکی است که کریدورهای مربوطه عمدتاً یا به طور کامل در جهت روسیه با بلاروس هستند و وایسلی نبنزیا تاکید کرده است که جنگ زدگان آلزاما نباید به روسیه بروند. با این حال مسئول اداره امور انسان دوستانه وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که تخلیه در سمت شهرهای غرب کیف نیز پیشنهاد می شود. این در حالی است که درگیری میان روسیه و اوکراین وارد دومین هفته خود شده است و در این میان صدها هزار تن اوکراین را به مقصد کشورهای همجوار ترک کردند. وزیر خارجه چین: تایوان جز خاک چین محسوب می شود، با اوکراین قابل مقایسه نیست. به دنبال افزایش گمانه‌زنی ها در مورد حمله احتمالی چین به جزیره تایوان پس از حمله روسیه به اوکراین، اکنون وزیر امور خارجه چین گفته است که اوکراین و تایوان دو بحث جداگانه و متفاوت است. با باور او تایوان جز خاک چین محسوب می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین به خبرنگاران گفته است که مسئله ادغام تایوان که همیشه جزء خاک چین بوده با اوکراین یک بحث جدا است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.